سلام میدم به شما بینندگان عزیز تریبون برابری. در برنامه دیگر از تریبون کارگری با ستار رحمانی و بهروز خباس است. درود بر شما رفقای عزیز. خبرها از 37 روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه حکایت داره و اینکه همچنان کارگران هفت‌تپه مثل 37 روز گذشته در حال تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری شوشن و خواستهای خودشون رو که همون پرداخت فوری حقوقهای معوقه است و تمدید دفترچه بیمه، همون بازگشت به کار فوری همکاران اخراج شده، همون در واقع بازداشت اسد بیگی و مجازات اسد بیگی و رستمی، خلع ید فوری از کارفرماهای اختلاسگر و بخش خصوصی و بازگرداندن فوری ثروت‌های غارت شده کارگران و اختلاس شده به کارگران و پایان کار مدیران بازنشسته و در واقع اعمال اراده کسانی که حیات هفت‌تپه رو در تمام این سالها تضمین کردند. در رابطه با اخبار کارگری این هفته بخشش رو خودت در رابطه با هفت‌تپه گفتی. هفت‌تپه رو من فکر کنم تو اون بخش مربوط به تحلیل و ارزیابی میتونیم بیشتر مکس کنیم روش. فقط چیزی که جا افتاده بود توی خبرها، من دیدم که محمد رضا دبیریان، یکی از کارگران شرکت هفت‌تپه، به نقل از فرزانه زیلابی، ایشون به تحمل 222 ضربه شلاق محکوم شده و خب این توی خیلی از خبرهایی که اومده بود گم بود. خوشبختانه کارگرها با اتحاد خودشون تونستن اون 4 نفر رو آزاد بکنن، منتها باز هم به قید کفالت. دوستان و رفقا، معنی به قید وثیقه و به قید کفالت این نیست که آزاد شدن، این هست که گروگان دولت هستن. اونا هر میذاره کنار، بعد از آزادیشون میره سراغشون و دادگاه براشون ترتیب میده. ما یک در دوره پیش در مبارزات دوران پیشتر این مسئله دستگیری ها خودش موجب یک خواست و مطالبه ای شد که یک فعال کارگری، نماینده مستقل کارگری، کسی حق نداره اینو دستگیر و محاکمه کنه. خب این یکی از بدعت های دولت حسن روحانی دیگه، کارگرا و نمایندگانشون رو میگیره، دستگیر میکنه و محاکمه میکنه. اما به غیر از اینها، به غیر از هفت‌تپه، ما در هپکو یک تجمع اعتراضی رو شاهد بودیم. نمایندگی از دیگر کارگران هپکو تعدادی اومدن پلاکارد دستشون گرفتن و اعتراض کردن به واگذاری سهام به 60 از تامین اجتماعی، واگذاری بخشی از سهام به 60. خب میدونین که این شرکت هپکو بزرگترین تولید کننده تجهیزات مکانیکی و دینامیکی راهسازی هست و از سال 95 به این سو دعوای مالکیت خصوصی و دولتی همچون جای دیگه اینجا جریان داشته. در رابطه با دیگر اعتراضات، تجمع و اعتصاب نیروگاه دماوند رو داشتیم، کارگراشون که امنیت عدم پرداخت به موقع حقوق و به خطر افتادن معیشت شغلیشون رو در رابطه با واگذاری مجدد شرکت به بخش خصوصی. یک خبر خوب کارگری این بوده که کارگرای بوتان ساوه یک حرکت بسیار خوبی رو سازمان دادن. این کارگرها
به صورت مجمع عمومی مسائل خودشون رو پیش میبرن، به این صورت که از هر سالن دو نفر انتخاب شدن برای مذاکره با شورای تامین استان که شامل وزارت اطلاعات، اداره آگاهی، فرمانداری استانداری و دادگستری اینا میشه. اینها این 1700 کارگر به این شکل سازماندهی کردن خودشون رو. من به نظرم میرسه که خود این تو این دوره که بگیر و ببند زیاد شده و سرکوب بیشتره و رژیم میخواد که کارگرها رو شناسایی کنه و ببره زندان نمایندگان، اینجا به این شکل اینا اومدن پیش بردن و مسئله خواست اجرای طرح طبقه اندی مشاغل رو و افزایش حقوق رو به این شکل پیش بردن. تجربه از این تجارب ما در آینده احتمالاً خواهیم داشت که باید بهشون رجوع کنیم. فراخوانی برای حمایت از کارگرهای هفت تپه جمع شده بود به صورت امضا، هم گروه های کارگری بودن هم فعالین منفرد و غیره بودن از داخل و یا خارج کشور بودن در حمایت از هفت تپه. این زمانی بود که 4 نفر دستگیر شده بودن و هنوز آزاد نشده بودن. به هر حال بعد ما در بخشی از این پیام اومده که با امضای این فراخوان کارگران هفت تپه را که صدای طبقه محروم و در بند ما هستند در این شرایط تنها نگذاریم. تجمع سراسری بازنشستگان رو من خوبه که در آینده به علی جان پیشنهاد میکنم که برنامه‌ای در رابطه با بازنشستگان داشته باشه. تغییر تحولات در مبارزات بازنشستگان از دوره‌های پیش تا کنون یک تغییر بسیار کیفی رو ما از چند سال پیش شاهد بودیم، اونم به واسطه اینکه گرایشات مستقل در درون بازنشسته‌ها متولد شدن، شروع به فعالیت کردن. الان ما 10 گروه تلگرامی داریم در بین بازنشستگان و گروه های منسجمی هستند و همین تجمع سراسری که در 10 شهر برگزار شده تظاهراتشون، از جمله در تهران که نذاشتن مثل جای دیگه جلوگیری کردن، تقریبا جلو تامین اجتماعی بودن و به هر حال اومدن مانع شدن آنطور که باید این تجمع شکل بگیره، ولی به نظر من بسیار دستاورد بزرگی برای نیروهای بازنشسته و این بازنشستگان در 9 بند در واقع خواستهای مهمی رو مطرح کردن، خواستهای تمام شمول و سراسری که یکی از اونها افزایش حقوق پایه ثابت بازنشستگان، مستمری بگیران و از کار افتادگانه و اینکه در حضور نمایندگان واقعی کارگران در اداره و سیاست و سیاستگذاری کلان سازمان تامین اجتماعی و تنظیم قوانین و مقررات پایدار در جهت حفظ منافع بیمه شدگان. رفقا بسیار مهمه، بسیار مهمه. عناصر مستقلی هستند، رادیکالی هستند در ارتباط با سازماندهی چنین حرکتی مشارکت داشتند. اتحاد این تجمع سراسری حاصل اتحاد عمل گروه‌های مختلف بازنشستگان بود که چنین ثمری به بار داده. واقعا ما تبریک می‌گیم بهشون، بسیار حرکت زیبایی بود. حرکت اعتصابی کارگرای راهن زنجان رو برای عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 13 ماه حق بیمه، دیگر اینکه در یک بخش دیگه داشتیم فراخوان تشکل‌ها و جمع‌های کارگری بازنشستگان، دانشجویان در حمایت از اعتصاب کارگرای هفت تپه که دستشون درد نکنه، زنده باشن،
این دوستان. همچنین 12 نفر در حوادث کارگری ما از هفته پیش تا کنون کشته و زخمی کارگری داشتیم. درود بر شما. ستار جان، شما اخبار دیگری اگر هست بگین. خب رفیق بهروز گفت و اینا مهمترین به نظرم بخشای اتفاقاتی بود، اعتراضاتی بود که کارگران در هفته قبل داشتن. فقط یه نکته در رابطه معلمان، یه حرکت جالبی کردن در رابطه با حکم 7 نفر از معلمان خراسان شمالی و اینکه اینا این حکمان ناعادلانه بوده. اینا تعداد زیادی از معلمان از استانهای مختلف و از شهرهای مختلف رفتن به دیدار اونها و خانوادهشون و در حقیقت این هدف از این حرکت هم این بود که یه دلگرمی پشتگرمی باشه برای خانواده ها و خود این معلمان که شما تنها نیستید، ما با شما هستیم. و در این رابطه رفتن دادستانی استان خراسان، اونجا آقای بداغی هم مثل اینکه رفته بود جره وزش شده بود با دادستان و بیرونش کردن، بعد دوباره دادستان چون اینا با توهین بیرون کرده بود معذرت خواهی کرده، گفته که بگو برگردن و و در هر صورت یه سری قول و قرار را به اینا دادن که این حکم لغو خواهد شد و فلان. این حرکتی بود که من نظرم در هفته پیش از جانب معلمان حرکت جالبی بود. بعد در رابطه بخشی دیگه که رفیقمون بهروز دیگه گفت کاری را من چیز دیگه ندارم. توی مجموعه خبرها که هست، یکی در واقع دستگیری به اصطلاح اون 4 نفر از فعالان اعتصاب 7 تپه بود و عقب نشینی رژیم بعد از اعتراضات گسترده‌ای که در واقع کارگران کردند. در این حال ما شاهد همبستگی های متعددی هستیم که توسط نهادهای کارگری، نهادهای مستقل داره انجام میشه، بازنشستگان با حرکت های دیگه، و در این حال شاهد عقب نشینی ها، تعرض ها و عقب نشینی جنگ و گریزی هستیم که با حاکمیت و خصوصا قوه قضاییه در حال اجراست. در این حال ما شاهد یک سقوط فاجعه بار سطح زندگی مردم، عموم کارگران و زحمتکشان، مزدبگیران هستیم، با سقوط ارزش ریال، سقوطی که الان دلار 7.6 تومانی 40 سال پیش 100 تومانی 30 سال پیش به 26,000 تومان 25 تا 26,000 تومان رسیده و اینا در حالیه که مردم به دلار خرید میکنن و باید به تومان دستمزد دریافت میکنن یا هرگز دریافت نمیکنن. تو این دوره مسئله صندوقهای همیاری کارگری، صندوقهای همیاری اعتصاب، صندوقهای در واقع همیاری به هم به طور خیلی وسیعی مطرحه و ما شاهد شکل‌گیری بسیاری از چیزهای خیریه‌ای توی جاهای مختلف هستیم، ولی صندوق یک چیز دیگری است، یک در واقع حالت دیگری به این تجمع و حرکت ها میده. ارزیابیتون چیه؟ در واقع برای ادامه داری حرکتی مثل 37 روز حرکت اعتصابی کارگران 7 تپه، مثل اعتصاباتی که الان در واقع اعتراضاتی که بازنشسته ها دارن میکنن، چه باید کرد؟ چه چیزی میتونه این به این حرکت هم انسجام بده و هم مهمتر ادامه داری این حرکت رو تضمین کنه؟ عنوان سوال. خواهش میکنم. من فقط یه نکته هم در رابطه با قبل از اینکه به سوال شما بپردازم اینه که ببینید این ربط هم داره. در رابطه با اعدام اون 3 نفر جوانی که در اعتراضات آبان ماه دستگیر شده بودن و که اعدام گرفتن، دیدیم که رژیم به شدت شکست خورد بود. 11 میلیون نفر این رو دوباره توییت کرده بودن و این نشون میده که نه تنها ایرانیان، کارگران، زحمتکشان به اون چیزی که در
دولت میگذره، در ایران میگذره، حساسیت دارن، بلکه در سطح جهانی هستش. همین اتفاق در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه و هپکو و بقیه قسمت ها هست که جهانی شده، یعنی اون فعالین کارگری که در سطح جهان هستن اینا میشناسن، میدونن که در ایران چه اتفاقی میگذره. در رابطه با هفت تپه باید بگم که واقعا باید ازش درس گرفت. بخش های دیگه کارگری، شیوهی که اینا، سبک کاری که اینا گرفتن و دارن با اون پیش میرن بسیار جالبه. مثلا در رابطه با اینکه اینا تقسیم بندی کردن و گفتن اون بخش های کارگری که لازمه بره، مثلا آبیاران، اینا که آبیاری میکنن، بخش های چوندر اینا، این گفتن اینا برن سر کارشون، برای اینکه اگه نرن اون وقت اون از بین میره، خوش میشه با توافق خودشون و بخش های دیگه و همچنان حساب بکنن، مهمتر از اون میرن تو شهر، از بقیه مردم میخوان بهشون بپیوندن و اون خواسته ها و مطالباتی که مطرح کردن آگاهانه است. شیوهی که این مطالبات و این تظاهرات سازماندهی میکنن درس آموزیه برای کار بقیه بخشای کارگری. مثلا خودشون هم اعلام کردن که ما همه نماینده کارگرانیم و دائم عوض میشه، یک نفر نیست که رژیم بیاد اونو نشانه بکنه و در هر صورت برعلیش توطئه بچینن. این شیوه ها در چیز جالبه. اینا خب قدمی که باید جنبش الان بره یک گام جلوتر اینه که علاوه بر این که درس بگیرن بقیه بخش رو از اینا، اینه که دست دراز بکنن به سمت همدیگر، معلمان همراهی بکنن و با هفت تپه، نمیدونم هپکو اعلام همبستگی بکنه که کردن مثلا خب در اعتراضات گذشته. این از سطح کاغذ باید بیاد بیرون به نظرم، تا اونجایی که خواستا و مطالبات کارگران یکیه. که بیشتر مشکلاتی که کارگران هفت تپه دارن، اگه نگاه بکنیم به جنبش کارگری ایران، متاسفانه اصلا بی‌نظیره در سطح جهانی که حکومت، کارفرما یک سال، شش ماه، ده ماه نمیدونم حقوق کارگران نده و همه وقتی این مسئله رو مطرح میکنی باور کردنی نیست برای بخش‌های دیگه جهان که میگه میشه تو یه سال حقوق نگیری چجوری زندگی میکنن. و این نشون میده که یک، رژیم بسیار فاسدیه و ضد کارگریه، و دو، جنبش کارگری هنوز بعد از سالها از این انعکاس دفاعی، از این حرکت دفاعی جلوتر نرفته. و نه خب بعضی بخشا رفتن، همین موفقیت هایی که گاه و بیگاه بخش های مختلف کارگری میگیرن این چیزه، ولی بحث بر سر اون کل طبقه کارگر و جنبش کارگریه که به یه نقطه مشترکی برسه، یه نقطه پایانی بذاره به این مسئله دستمزدهای عقب افتاده. چون مهمتر از اون حتی این دستمزدهای عقب افتاده همه اون میدونیم به شدت زیر خط فقره و بیاد گام جلوتری بره، که در تنها راهکار جنبش کارگری دردشون یکی اینه که من به نظرم شروع شده این آغازش، حتی با هپکو و کارگرهای فولاد و هفت تپه اینا، صداش باید به گوش خودشون همه برسه و این هماهنگ بکنه. در غیر این صورت ما مثل یه چیز دور این چرخه تسلسل هی میگردیم، میایم نقطه اول دوباره میگیم حالا کارگرای فلان جا برای خصوصی، برای دستمزدهای عقب افتاده، برای بیمه شون، این مجموعه را باید این نقطه پایانی بدن کارگرا و باید مثل همین 11 میلیون نفر برای اون سه نفری که حکم اعدام گرفتن اقدام کردن، کارگرا هم میتونن این کارو بکنن. باور کنید بیشتر بسیاری از اینها همون از خود طبقه کارگر بودن، بنابراین چرا نه که بیایم
تمرکز بکنیم و بگیم این درد ما یکیه و این البته پیچیده است، به این سادگی نیست که ما بگیم حالا بیام همه با هم بشیم و خواهی میشد که سالهای پیش میشد. مشکلاتی که در راه هستش، مشکلات دیدگاهی، مشکلات سبک کاری، نگرش کارگر است به این مسئله. به خاطر همین این مشکلات سبک کاری، مشکلات دیدشون، نگاهشون به جنبش کارگری و اختلافاتی که دارن به اضافه سرکوب این مجموعه رو باید تو این قالب قرار بدیم و بگیم که حالا با این شرایط مورد پذیرش همه ما هم هست، این واقعیت، چجوری ما میتونیم به یک اعتراض سراسری برسیم، بگیم که بدون یک اعتراض سراسری رژیم عقب نشینی نخواهد کرد و ما تماکان در همون قدم اول خواهیم. بهروز جان، این در ادامه صحبت اون ستار، واقعیت اینه که ما شاهد اعتراضات متعددی هستیم الان دیگه. قبلا اگر میگفتن کارگران نفت نیستن، الان حفاری ها و کارگران نفت هم، اونها هم به این حرکت های اعتراضی پیوستن. در واقع فشارهای اقتصادی، فلاکت اقتصادی بر یک امر مسلم تبدیل شده. مبارزه علیه خصوصی ها و قارت هایی که الان هست به یک خواست عمومیه، علیه خصوصی ها نه فقط آمیز رو بر در واقع کارگران نفت تپه و هپکو و فولاد و ماشین سازی ها، بلکه کارگران نفت، بلکه در واقع بازنشسته ها و معلمان هم ایستادن. در مجموع یک خاص عمومیه. از او بر مسئله هشتگ ها و به قول معروف این طوفان این در واقع اعتراض علیه اعدام میتونه یک طوفان عمومی هم علیه فقر و فلاکت رو سازمان بده. یعنی تو این مجموعه در کنار اون صندوق چه اقدامی میشه کرد که این همه رو چه متحد کرد برد؟ شما از پلتفرم یا قطعنامه بازنشسته ها گفتید که میتونه یک قطعنامه عمومی عمل کنه. فکر میکنید تو این زمینه چطور باید پیش رفت؟ علی جان، از صندوق های همیاری صحبت کردی، من یادم اومد که همین پارسال کارگرای نشکر هفت تپه صندوق همیاری درست کرده بودن برای کمک به سیل زدگان و این درست شد واقعا و کمک کردن. داریم از کارگرای حرف میزنیم که هشتشون یاره نوعشونه، داریم از این خانواده ها حرف میزنیم که همواره از سال 84 به این سو که 15 سال از مبارزات کارگران هفت تپه میگذره همواره غم نان داشتن و کابوس نان. مسئله ایه که من در رابطه با صندوق همیاری خودم چون تجربه ای هم دارم در رابطه با تشکیلش، میتونیم بعدها یک بحث مفصلی هم داشته باشیم راجع به تشکیل صندوق های همیاری کارگران در واحد های بزرگ و متوسط و در ارتباط با مبارزات کارگری. من فکر میکنم که مثل گذشته ما همچنان با سبک کار متفاوتی در رابطه با مسائل کارگری در واحد های مختلف روبرو هستیم. هر واحد صنعتی ویژگی خاص خودشو داره و ما باید ضمن اینکه جنبش کارگری یک جنبش چند وجهی میدونیم، در عین حال باید مشخص کنیم، ارزیابی کنیم. مشخصا الان مثلا در رابطه با نفت گفتی یا پتروشیمی، الان دیگه ما اون دورهای قبل در دهه 60 رو کارگرای شاغل و رسمی شرکت نفت بودن، ولی الان اعتراضات عمدتا از بین کارگرای پیمانی و قرارداد موقته. ما تقریبا کمتر داریم کارگر رسمی که بخواد در این مبارزات آنچنان که این نیروها هستن، نیروی معترض امروز در ایران قراردادی و پیمانکاریه، هم در بین کارگران هم در بین معلمان. اما در رابطه با موضوعاتی که مطرح میشه، سبک کار
عمومی سراسری یکی از اون مواردیه که باید روش انگشت گذاشت. ببینید ما الان در یک بحث کلان داریم میبینیم که خواست تقابل با خصوصی سازی یک خواست عمومی هست که اپیدمی شده در بیشتر واحدهای بزرگ و متوسط صنعتی و خواست بیشتر کارگران در رابطه با مطالبات شد. این یکی از مطالبات مهمیه. بحث پرداخت حقوقهای معوقه است، بحث آزادی فعالیت نمایندگان مستقل کارگریه که ما این موزر رو همچنان بر دوش جنبش کارگری هست، رژیم همچنان در وهله اول هجوم میبره به فعالین مستقل کارگری، نمایندگان مستقل کارگری و به محاکمه، با محاکمه کشوندن اونا سعی داره نشون بده به دیگر همکارانشون که ببینید که عاقبت نماینده مستقل بودن اینه که ما اینو میتونیم از کار زندگی ساقطش کنیم و بدبخت و نابودش بکنیم. اینو بارا بازجوها به دوستانی که در داخل زندان بودن گفتن، گفتن ما بهتون نشون میدیم که دیگه اثری از چیز نباشه، نه دیگه هوس نکنه نه دفعه بعد رفتین بیرون نماینده کارگر باشه. اینا گفته شده در رابطه با مسئله هفت تپه. همچون دفعات پیش ما باید آسیب شناسی بکنیم. ببینید دو تا نظر مشخص امروز در هفت تپه در جریانه، دو تا بحث مشخص در جریان. یک بحث اینه که همون شعاری که اسماعیل بخشی داد، هر حرکت کارگری، هر تغییری در شرکت نشکر هفت تپه از صفر تا صد باید با نظارت و کنترل کارگری باشه. خب بحث اداره شورایی رو به پیش کشید، عملا اون شرکت انجام شد این حرکت. و بحث دیگه این که شرکت، تشکیل شرکت تعاونی با اسم مخفف شکوه با مالکیت کارگران، من به نظرم میرسه من مورد اول رو ما باید بریم پشتش. شرکت تعاونی ما رو میندازه توی بوروکراسی و چون زنی با این با اون اداره و در واقع هاپولی میشه به قول همکارای ما مطالبات کارگرای هفت تپه در مسیر زد و بند ها و اینها ممکنه حیف و میل بشه مبارزات کارگری. بنابراین من به عنوان یک فعال کارگری، نظر و تحلیل من اینه که نظری که اسماعیل بخشی مطرح کرد، هر تغییر و تحول کارگری از صفر تا صد باید با کنترل و نظارت کارگری باشه، هم در هفت تپه هم در هر جای دیگه این تمام شموله. این یک خواستیه که به بسیج کارگرها کمک میکنه، به قدرت و اعمال اراده کارگرها کمک میکنه در صورت بودن توازن قوا در هر واحد صنعتی به نفع کارگران و این میتونه ما رو به پیش ببره. از این گذشته ما الان موانعی که در هفت تپه مشخصا میتونیم بشماریم، سرکوبیه که بگیر و ببندیه که تهدیدیه که هست. در کنار اینها رژیم از طریق عوامل خودش که میاد مسئله اعدام، فلانی اعدام باید گردد یا شکستن و تخریب تجهیزات رو و شیشه ها رو مطرح میکنه، یا مثلا ترفندهای امنیتی که داره از طریق عوامل خودش در میان کارگران رسوخ کرده. خب هزاران کارگر نمیتونن کنترل داشته باشن. یک حرکت توده‌ای اساسا همین جوریه که سعی میکنه اطلاعات نفوذ کنه، اطلاعات سپاه و دولت نفوذ کنه و اینو به بیراهه ببره. تلاش های زیادی کرده تا به حال از طریق عواملی که هممون میشناسیم. این عوامل کیا هستن؟ با نام و مشخص، اسم مشخص، خودشون هم اومدن در تظاهرات همون کارگرای هفت تپه
به اصطلاح داخل گیومه شعار رادیکال میدن و یا این دوستان ما هم من جاهایی دیدم پخشش کردن به اشتباه که بابا این فلانیه شما دارین چیکار بکنین، بعد فهمیدن که آره خود این آدم یکی از عوامل شناخته شده وزارت اطلاعاته. اینها اتفاقاتی مهمی هستن که باید بهشون توجه کنیم. سوالات زیادی مطرح میشه در رابطه با هفت تپه و این حرکت در حالی از بیم و امید هست. هم امیدواری وجود داره به پیشرفت و پیشبرد این مبارزات، همین که نگرانی وجود داره. نگرانی هایی که وجود داره این که آیا امکانش هست که با طولانی شدن این اعتصاب فرسوده بشن کارگرها؟ این رو نمایندگان خود هفت تپه میتونن تشخیص بدن در وهله اول. ما فقط میتونیم در این رابطه نگرانیمون اعلام بکنیم. یا مثلا مسئله حضور، ضرورت حضور خانواده های کارگران رو مطرح شده، برای اینکه این از یک تراوت و بالندگی خاصی در این برهه از اعتصاب برخوردار بشه. این حرکت میتونه یک تنوعی بده به این اعتصاب. اینها مواردی هست که مطرح شده. دیگه در کنار این همون در روزهای گذشته ضرورت تشکیل صندوق‌های همیاری در حمایت از هفت تپه مطرح شده. من در جایی گفتم که خود کارگرای هفت تپه باید اینو بخوان. باید بخوان که از کسایی که بیرون از هفت تپه هستن، چه فعالین کارگری، همکارانشون در واحدهای بزرگ صنعتی تولیدی و هم در خارج کشور، بخوان که ضرورت داره که شما از ما حمایت بکنین، اعتماد به نفس ببخشین به این حرکت. و فکر میکنم که ما اون بخش دیگهش که میتونیم بعد توی بخشهای بعدی صحبت بکنیم، ضرورت حمایت عملی اپوزیسیون چپ و به ویژه شش جریان چپ و کمونیست از در حمایت از هفت تپه در کف خیابون ها در روز ساعت مشخص و معین. ستا جان شما موانع رو چطور میبینید؟ چون در واقع موانع هست و به قول من عواملی که بتونه پیروز بکنه این به اصطلاح حرکت رو امید بخش خود سی هفتمین روز نشان دهنده اینه که امیدهای هست و حمایت هایی که داره میشه. شما چطور ببینید؟ ببینید اگه بخوایم تمرکز بکنیم روی هفت تپه، خب رفیق بهروز به خیلی از مسائل دست گذاشت و در حقیقت طرح بحثی که بخوایم بیشتر روش تمرکز بکنیم باید جداگانه به هر کدوم از اینا بپردازیم. مثل اداره تعاونی، شورا، اداره شورایی کارگر، کنترل کارگری، اینا ترمایی نیستن که همینجوری بشه استفاده کرد و گفت شدنی هست. مثلا یه مثال در رابطه با کنترل کارگری در روسیه در 1917 اگه بخوایم نگاه بکنیم، این شدنی بود اون موقع. یعنی تجربه کارگری، اتحادیه‌های کارگری و شوراهای کارگری نشون داد که ارتش سرخ اونجا بود. وقتی که کارفرمایی میگفت این کارخونه سودی نداره و در حقیقت کارخونه کارگر رو میبست، کارگر رو میگرفتن و تمام حساب کتاب ها دست خودشون بود، اداره میکردن. خب اون شرایط برای کنترل کارگری به این دلیل آماده بود که قدرت دوگانه بود، ارتش کارگری وجود داشت و در حقیقت سرمایه داران بودن و هر جا که اینا به اون تعهداتشون عمل نمی کردن، کارگرها وارد می شدن می گرفتن به صورت در کنترل خودشون بود، کنترل شورایی در حقیقت بود. الان که ما بخوایم در ایران اون شعاری که اسماعیل بخشی می داد در اون زمان که اولش می گفت شورا درست کردیم بعد مجمع نمایندگان، در هر صورت ببینید
باید متوجه واقعیت ها باشیم که الان من به نظرم فعالین کارگری هفت تپه شدن تا حدودی میدونن دارن چه کار میکنن که هر شعاری را همونجوری که بهروز گفت مثلا بیایم بگیم مرگ بر خامنه‌ای بیایم بگیم نمیدونم مرگ بر اسد بگیم مرگ بر اینا در ظاهر شعارهای تندن که رژیم داره چیز میکنه میندازه توشون ولی در حقیقت اینا شعارهای تند نیستن بلکه شعارهایی هستن که اصل موضوع رو به عقب میزنن دوم ساخته شده که همونجوری که رفیق بهروز گفت اینا با نیروهای سرکوبگر همراهی میکنن اما خب بعضی شعارها هم هستن اینجوری نیست که حتما نیروهای سرکوبگرن این از شعارهای اشتباه از خود کارگران ممکنه بر بیاد که این ضربه میزنه من به نظرم نه شکل ببینید رژیم توتالیتر است رژیمیه که هیچ تشکلی را هیچ نگاه مخالفی را بر نمیتابه بنابراین در این شرایط سرکوب وحشیانه رژیم صحبت از شورا اداره کنترل شورایی کنترل کارگری تعاونی اینا به شدت برای طبقه کارگر تموم میشن یعنی فردا فرض کنیم که اصلا دولت گفت که برین شما خودتون اینو به صورت تعاونی اصلا میفروشیم به شما اداره کنیم کارخونه مال شما چیکار میکنه اینا میان همه چی دست خودشونه میان اینقدر شکر و نمیدونم قند و فلان وارد میکنن که دست اینا رو میبندن اینا نمیتونن اصلا در بازار بفروشن اصلا تمام تجارت اگه مواد خامی احتیاج داشته باشن اگه به هر صورت بخوان صادر کنن به جای مختلف فراورده هاشون اینقدر براشون مشکلات ایجاد میکنن که عملا خود کارگرا میگن با برگردیم همون اسد بگی بهتر بود لااقل اگه 6 ماه حقوقمون رو نمیداد یه ماهشو میداد ما الان دیگه هیچی نداریم اینه که اینا رو تو یه شرایطی قرار میدن و این برلای خودشون تمام میشه اما خب بعضی تشکلات لازمه رفیق بهروز باید دست گذاشت روی صندوق همبستگی اینا چیزیه که دورنمای افق کارگرا رو نشون میده که میبینن دورنما رو میبینن و میدونن که این جنگیه که نیاز به پشتوانه داره نیاز به این داره که به اصلاد اگه طولانی شد فرض کنیم مثلا این اعتصابات همینجوری رفت و دولت هم هیچ کاری نکرد اعتصابات هفت تپه رو دارم میگم خب حقوق هم که بهشون نمیدن میگن خب کار نکردین دیگه شما در حال اعتصابین برین هر چقدر دلتون میخواد اعتصاب کنید برین هر چقدر میخوان ادامه بدین و اینا رو در شرایط قرار بدن که اون وقت تسلیم چیز بشن اینه که خود توی این شرایط اون صندوقی که بهروز میگه بسیار مهمه اون دخالت خانواده ها بسیار اون وقت مهمه دخالت اهالی شهر مهمه دخالت کارخونه های دیگه همبستگی اعلام کردنشون مهمه حتی در سطح خارجی بین المللی اینا رو باید تمرکز روش بشه به نظرم همون مسئله چه صندوق ها تا اون جنگ فرسایشی که رژیم داره نقشش میریزه اینو خونسا بتونن بکنن و من به نظرم اون چیزی که شعارهایی که دارم درسته به غیر از یک چیز که توش کمه که اینا میگن از خصوصی برداریم بدیم به دولتی این شعار خوبه ولی کافی نیست یعنی الان اینا میتونن در موقعیتی قرار دارن بگن خب اگر میخواین دولتی بکنید باید تشکل مستقل ما رو به رسمیت بشناسید که ما بتونیم بر کارکردهای مدیریت آینده و نظارت داشته باشیم بر فعالیت های این در مجموع میشه گفت که یعنی همین به اصطلاح سایه روشن هایی که شما از مجموعی حرکت ها گفتید واقعیتش اینه که جنگ فرسایشی بین و جنگ گریزی هست بین مردم بین کارگران و حکومت و سرمایه و در واقع تو این جنگ و گریز طبیعی ایجاد صندوق های همیاری بسیار بسیار مهمه در این حال بهروز از ضرورت نان از فاجعه نان از گرسنگی از موقعیت وحشتناک گفت که در واقع
طالب اینه که یک همیاری های گسترده تری صورت بگیره، اینکه خانواده ها وارد بشن، با هم نان بپزن، با هم نان تقسیم کنن، با هم چیزهای مشترک و نیازهای اولیه کودکان و بچه ها رو تأمین کنن، با هم همیاری هایی کنن که بتونن هم بچه های همدیگه، خانواده های همدیگر رو داشته باشن، با هم دیگه کمک کنن که در واقع حیاتی به شهر داده بشه، به زندگی هاشون داده بشه. یعنی بدون این همیاری هایی که کوچک کوچک کوچک، نمیشه در واقع یک جنگ بزرگ رو در دراز مدت پیش برد. یعنی فقط یه جا مثلا بگیم اعتصاب بریم توی خیابان فقط نیست، در اینها شما با زمینه ها و تدارک اون خیابان ماندن رو آدم فراهم بکنه و نکنیم امکانش در واقع خیلی وحشتناکه. و اگه نکنیم حمایت هایی مثل همین حمایتی که از سه نفر شد، سه نفر بازداشتی جنبش گرسنگان آبان علیه حکومت، اگر این حمایت های اینجوری رو سازمان نتونیم بدیم که نه فقط حمایت های توییتری، بلکه حمایت هایی که بتونه عملا صدای کارگران هفت تپه بشه، صدای همه کسانی باشه که علیه این غارتگری ها و خودسازی ها، علیه این بیحقوقی ها و ندادن حقوق ها، از این تحمیلی که بر کارگر میشه، اصلا شکستن این به اصطلاح اهرم حکومتی، ندادن دستمزدها، عقب انداختن دستمزدها، شکستن این خودش جنبش کارگری میتونه سالها به جلو برونه، یعنی قوی کنه اگر ما این رو بتونیم بشکنیم، این سیاستی که علیه گرسنگیه و این میتونه حمایت‌های عمومی رو تا حد زیادی جلب بکنه. یعنی نباید بذاریمش که به اصطلاح توییتری یا مثلا این حمایت‌های توییتری مخصوص بشه فقط به اعدامی ها، بلکه مخصوص بشه علیه سیاست های معینی، در حمایت از سیاست های معینی. این رو سازمان بدن، اون صندوق ها رو سازمان بدن، اون همیاری ها رو سازمان بدن، امکان ناپذیره بتونیم یه جنگ دراز مدت همه جانبه رو پیش ببریم و بتونیم همبستگی ها رو ایجاد کنیم. به کارگران نفت گفت یا کارگرانی که ثابتن، واقعیتش بیشتر کارگران مثلا حفاری ها، کارگرانی که هستن خب اینا همه قراردادی هن، پیمانی هن، شرکت های در واقع واسطه هست، ورداشتن همین شرکت های واسطه الان به یک شعار عمومی داره تبدیل میشه. این توی آبچه مدارش هست، توی کارخانجات هست، توی راهسازی هست، توی همه جا هست. و این اصلا ورداشتن این به اصطلاح شرکت های میانی که شرکت های واقعا امنیتی فاجعه باری هم هستن، خود این میتونه جنبش کارگری رو قوی کنه، جلو برونه، میتونه همیاری بسیاری و حمایت بسیاری رو تا حد زیادی که به نظرم جلب کنه و این خیلی مهمه. و خب طبیعیه در خارج از کشور ما به عنوان هم تبعیدیان و فعالان جنبش چپ و جنبش کارگری باید حمایت ها رو در واقع جلب بکنیم. بدون این حمایت ها امکان ناپذیره که اونها بتونن این مقاومت بزرگ سازمان یافته ای رو پیش ببرن. عنوان کلام آخر بروز جان. من راستش علی جان اون روز در یک جایی صحبت میکردم، به نظرم در رابطه با جمع کردن امضا یه من انتقاد تاکید دارم، واقعا روی این انتقادم، هم در خارج از کشور این اتفاق میفته گاهن و دوستان این شدن ماشین امضا یا سایت هایی شدن ماشین امضا، دقیق از یک کار عملی در عرصه عملی که تاثیرات خودش هم میتونه داشته باشه. چرا این اتفاق میفته؟ آیا میدونین، آیا مطمئن هستین که این امضا میتونه یک ریگی رو در جنبش کارگری ایران این ورانور بکنه؟ یا من سوالم از دوستانی که اخیراً در حمایت از هفت تپه امضا جمع کردن، امضاهای زیادی هم بوده، من میپرسم دستتون رو در نکنه دوستان، اما چرا؟ واقعا چرا اقدام نمی کنیم به تشکیل یک کمیته یا شورای حمایت از مبارزات کارگری هفت تپه؟ چرا اساسا اقدام این، شما که میتونین متحد بشین بر سر یک امضا، آیا این پتانسیل در شما وجود داره که بیاین ما فردا شاهد تشکیل شورای حمایت از مبارزات کارگری رو داشته باشیم در ایران، همانچه که
شورای همکاری تشکلات فعالین کارگری در دستور خودش را داشت. آیا این ضرورت رو شما احساس میکنی؟ آیا امکانش هست بریم به سمتش؟ من به نظر من در ارتباط با پتانسیل، این پتانسیل وجود داره، ولی یک موانعی وجود داره که خود رفقای فعال کارگری در داخل بیشتر به ویژه میدونن که این موانع چیه. به غیر از موانع امنیتی و غیره، اون موانع رفقا و دوستان در خود ماست، در درون فعالین کارگریه، که ما این انتظار بدیهیمون همیشه روی کاغذ بمونه. انتظار بدیهیمون در رابطه با تشکیل چنین نهادهایی برای اتحاد عمل، برای حمایت از مبارزات جنبش کارگری در ایران. همین الان 3 نفر از کمیسیون اجتماعی مجلس رفتن هفت‌تپه. این شرایط به هفت‌تپه بگونه ای هست که اینا را کشونده اونجا. دست های امنیتی ها و عواملشون غیر مجلس و دولت و همه اینا به هم پیوسته که بتونن اینو ساقطش بکنن. بیاییم نذاریم این اتفاق میفته. ستاشم خواهش میکنم دیگه. خب رفیق بهروز همه نکات رو گفتن، منم همینطور فکر میکنم که باید به هر صورت یک گفتم نقطه پایانی بدیم به این پراکندگی و به این سبک کاری که تا کنون باعث شده جنبش کارگری دستاوردهای عظیمی رو با وجود اینکه تعداد اعتراضات و اعتصابات وسیع بوده، دستاورد آنچنان بزرگی رو نداشته از لحاظ تأمین زندگی معیشتشون، اما خب از لحاظ آگاهی و تشکلیابی این کمک کرده کارگرها تا درجه معینی. الان فهمیدن که بدون داشتن تشکل، بدون اینکه حتی در محدوده کارخانهشون متحد بشن، نمیتونن به خواستشون برسن. که گفتم یک گام جلوتر از این فراتر، الان زمانش بهترین موقع است که گام بعدی رو برداشته بشه و به سمت اتحاد و اعتصاب سراسری کارگرها فکر بکنن، تا اینکه در محدوده محلی باقی بمونن. درود بر شما عزیزان و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به تریبون کارگری این هفته هم توجه کردید. امید که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بفرستید که قطعا ما برای بهبود برنامه همون ازش استفاده خواهیم.